همراه میشیم با شهران تبری، روزنامه‌نگار از لندن. خانم تبری، در مورد اتفاقات شب گذشته دابلین و دلایل آن برامون لطفاً بیشتر توضیح بدید. بله، درود به شما و بینندگانتون. این مسئله جدیدی نیست. در تمام اروپا الان ما میبینیم که مسئله مهاجرت یک وسیله شده برای راست افراطی که با سیاست‌های پوپولیستی مردم رو برانگیزن علیه مهاجرت و مهاجر. و این اتفاقا در نظیر این اتفاقا در جاهای دیگه میبینیم. میبینیم در هلند آقای گریت ویلدر که یک نماینده راست افراطی از یک حزب راست هستش انتخاب شده، ممکنه به احتمال خیلی زیاد نخست وزیر هلند میشه. در بریتانیا وزیر کشور باز هم از همین مسئله مهاجرت استفاده کرده و اختشاشی ایجاد کرده در داخل دولت آقای ریشی سوناک که برکنار شدش. خانم سوئلا براورمن وزیر کشور بود. ببینید، این راست افراطی یک به اصطلاح تمایلی به این داره که اینطور نیستش که راست افراطی مثل راست سنتی میمونه. اینها بیشتر به مسائل رفاهی اتفاقا توجه دارن. یه بخشیشون خیلی نزدیکه به چپ افراطی و اینا، منتها اینها مسائل رفاهی رو فقط برای مردم بومی میخوان و مردم مهاجر رو باعث به اصطلاح تضعیف این امکانات رفاهی میدونن. مثلا میگن با وجود مهاجرا وضع پزشکی بدتر شده، وضع مدارس بدتر شده، مسکن کاهش پیدا کرده. همه اینا رو میندازن به گردن مهاجر، در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست. مهاجرها نیروی کاری هستند که این کشورها بهشون احتیاج دارن. اتفاقا مثلا در خود بریتانیا با وجودی که به خاطر سوء استفاده از مسئله مهاجرت بریتانیا برکسیت انجام گرفت از اتحادیه اروپا اومد بیرون، ما میبینیم امسال میزان مهاجرت به مراتب بیشتر از قبل از اینه که بریتانیا در داخل اتحادیه اروپا بود. چرا؟ برای اینکه بخش عمده ای از این مهاجرها اتفاقا به صورت قانونی اومدن، برای اینکه احتیاج هست بهشون. مثلا در بخش کشاورزی، در بخش نگهداری از افراد سالمند، در خانه های سالمندان، در بسیاری مشاغلی که خود مردم انگلیس که به صلاح آزموده نیستن برای این کارها، حاضر نیستن شرکت بکنن و دولت سیاست‌هایی رو به کار نمیبره که این افراد رو به کار بگیره، ولی در عوض از مهاجرها استفاده میکنه. البته اگه حتی هم از این افراد استفاده بکنه، باز هم میزان کار احتیاج به نیروی کار هست، چرا که بخش عمده ای از جمعیت این کشورهای اروپایی مسن هستن، سالمند هستن و دیگه از بازار کار خارج شدن و بازار کار نیازمند این هاست. ولی حزبای راست افراطی که ناسیونال به اصطلاح سوسیال هستند، یعنی همونطور که گفتم راست سنتی نیستند، مسئله اونا اتفاقا به مسئله مسکن اهمیت میدن، به مسئله بهداشت و آموزش اهمیت میدن، ولی برای افراد بومی خودشون و از این موضوع استفاده میکنن. با وجود که میدونن که این به این مهاجرها احتیاج هست، از این موضوع استفاده میکنن، احساسات مردم نادان رو ممنونم از شما به وجود میارن. متشکرم، زمانم به پایان رسید. ممنونم از شما شهران تبری، روزنامه‌نگار از لندن.